بسم الله الرحمن الرحیم گفته درس خدا باز هم شروع میکنیم سرور 2022 هستیم اون بار میخواییم چی کار انجام بدیم در این قسمت نگه بای دیفالت اوری دومین یوزر کن اد 10 کمپیوتر تو دومین یعنی چی؟ یعنی هر دانه یوزر که داخل دومین باشه این 10 دانه کمپیوتر میتونه جاین دومین کنه. صحیح است ما در دا دفاتر داره ما آیتیست مگم بسیار افراد داخل از او دیگه چی می... میگن اونم باشه میگن او کی و مچم اما کلان کار ما شما برزوها میگیم ما یک یوزر جور کردیم به نام علی علی میاد دیگه چی میکنه ای کلان کاری میکنه ولی بیا کامپیوتر تو را ما جاین دومین میکنم ایران را هم جاین دومین میکنم بخاطر که علی اجازه داره چند تا کامپیوتر جاین دومین کنه ده تا رو بای دیفالت بخاطر پالیسی دیفالت همون رقم است که میتونه ده دانه پی سی رو جاین دومین کنه از یک دوست رفیق شما ماجل کده می جاین دومین میکنه و یوزر خودم می از اون میگه این از این یوزر استفاده کو اینترنت استفاده کو بر ما چی جور میکنه مشکلات ایجاد میکنه و خاطر که ما چی هستیم یک آیتی منیجر یا نتورک منیجر هستیم خیلی اون بار میخواییم که فقط و فقط به یک یوزر اجازه بتیم فقط فقط خود کنه یا حتی خود آمد نکنه یوزر چی کار است که خود بیای داخل دومین کنه او کار کی از کار آیتی است باز این ما شما میخوانیم که یک تی اسستانت یا تی انترن ها. یوزرش اجازه میتیم که او بتانه یوزرها، را جاین دومین کنه هدف درس ما بازم بگیم ای است که هر پی سی هر یوزر که داخل دومین است میتانه ده کامپیوتر را جاین دومین کنه ما می که اینمی صلاحیت از یوزرها بگیریم و دیگه اجازه ندیم که هر یوزر بیاد ده دانه را جاین دومین کنه به خاطر از این کار بریم اول پرکتس کنیم واقعا یوزر می ده دانه را جاین دومین کنه یا نه بعد از اون میریم پالیسی را چی می کنیم پالیسی را یا صلاحیت ازش میگیریم و پالیسی را اپلای میگیریم که دیگه هیچ تو حق نداری که کدام کامپیوتر را جاین دومین کن. به خاطر از این کار دوباره میریم داخل دومین خود و میم در قسمت سرور خود در قسمت یوزر ما دو دانه یوزر داریم در این قسمت خب پالیسی دا ای داره میتونیم بریم پالیسی از ایره پس کنیم در قسمت اکاونت در قسمت بیم و ایره دلیت کنیم بگیم آل کمپیوتر all, all میتونه در هر کدام جوین شو و همچنان در قسمت میم به نام رومان که بود پالیسی را هم پس میکنیم و آل کمپیوتر درست شد یا هم شد حالا ما در این قسمت چند کمپیوتر داریم دو کمپیوتر جاین دومین است خیلی کمپیوتر ها را جاین کنیم از دومین یعنی بکشیم از دومین به خاطر که دوباره جاین کنیم بفاهمیم که یک یوزر مثلا رومان یا علی یا آیا میتونن چندین کمپیوتر را جاین دومین کنن یا نه خب میریم خیلی طرف از یک داخل ویندوز شده در این قسمت میخواییم که کمپیوتر را از دومین چیشه بکنیم خارج کنیم در این قسمت میم می می اتا از ادمنستریتور من میگم ادمنستریتور و میگم اس باش که ات یک دو سه انتر میکنیم این قسمت <coughs> لینک ای سی دی آی خب ادمنستریتور کی هست؟ ادمنستریتور اد ای سی که باز نامش ای سی دی آی یک دو سه. آمدیم از یوزر ادمنستریتور سرور ما داخل پی سی لاغین میشیم و خاطر میخوایم ایره جاین دومین کنیم چندین طریقه وجود داشت که ما میتانستیم یکی از طریقه شمی بود صحیح است؟ او رو در ویدیوهای اول کار کردیم و که فعلا ما همیش است ادمنستریتور از کدام است at ای دی و پسوردش هم میگیم ای سی دی آی یک دو سه دو از دومین خارج میکنیم و چه رقم از دومین خارج میکنیم میم دی قسمت و دستاپ پروپاتیست در قسمت چینج ستینگ در قسمت چینج دی قسمت میم میگیم اور گروپ هستیم ما می میخوایم از دومین خارج <applause> خب بعد از اون میگیم اوکی میبینیم که welcome تو اور گروپ گفت بله کمپیوتر ما چی شد حالا اور گروپ شد یک ریستارت میشه سیم ویندوزش تا ما یک کار میکنیم دقش و ای قسمت می در قسمت میایم در قسمت کامپیوتر پروپرتیز و قسمت چینج چینج و در قسمت میریم ور گروپش میکنیم مقصد یک چیز تایپ میکنیم گروپ شاید میگیم و اوکی یک بار یام ریستارت میشه دوباره میخوایم این دو تا کامپیوتر جاین دومین توسط یک, یک یوزر بکنیم که واقعا یوزر میتونه یا نمیتونه خب دوباره در قسمت میایم یک ریفرش کنیم کامپیوترها باید از بعد از تایمش پوره و باید از خارج شود جای دومین دومین ایلا کنه بله در قسمت میبینیم که جای دومین نیست و در این قسمت ها ما میبینیم که کامپیوتر ما چی میشه ریستارت میشه و در این قسمت هم تا او وقت ایام گم میشردوش بخاطر کم تایم نیاز است که تا این که انجاین شدن میبینین که لوگوشان ها و این را از بین ببرن در این قسمت ما چی داریم؟ یوزر خدا داریم بنامی یوزر علی می توسط یوزر علی ترای میکنیم دوباره میریم ویندوز در جاین دومین میکنیم توسط چی؟ توسط علی ببینیم که علی میتانه یا نمیتانه تا یوزر خو قانونی است که زمانی که یک یوزر شما کرییت میکنه نو یوزر ما که مربوط اکتیو دایرکتوری باشه ده دانه را میتونه جاینی دومین کنه دوباره میم در قسمت پروپرتیز و در قسمت چنج و در این قسمت میم چنج نامش نام شما است ویندوز 10 میگیم acdi.com انتر میکنیم زمانی که بگویم cdi.com دیگه قسمت میگه بگو یوزر نیم و پاسورد تا بگو اون بار ما که ادمنستریتور نمیخوایم جاین دومین شویم که علی میخوایم جاین دومین شویم قانون ما شرط ای بود که علی گفتیم ده, ده دانه پی سی ده میتونه جاین دومین کنه مگر می یک کار خوب نیست یک یوزر نباید بتونه این کار انجام بده خیلی این قسمت ما میگیم چی میگیم میگیم علی at در این قسمت باید کنیم ای قسمت از چنج کنه میره قسمت میگیم at acdi.com اینی یوزر هم هست میگم میخواییم این کمپیوتر رو جاین دومین کنم acdi at 123 می کنیم. یک دوسه انتر میکنیم یک لحظه ببینیم که چرا ایرور داد با چیز اشتباه وارد کردم دوباره میگیم علی at acdi.com پسوردش acdi at 123 The join operate was not successful The could not be cast the existing computer account. have a name Windows 10 خب این مربوط دیگه است میگه این به این نام یک دانه فعلا جاینس های میرمیسازم 100 کدام گپ نیست میبینیم دوباره بخاطر خاطر میگه به این نام یک دانه پی سی جاین دومین هست دیگه یکی دیگه را ما قبول ندارم نامش رو چند میکنیم نامش رو چند کنیم انشالله که ما میتاریم جاین دومین شیم خب پیره میگیم یک زیروی دگاه هم میتیم و در این قسمت میم که ای دومین ما ای کام انتر میکنیم و یوزر که ما میخواییم توسط از جاین دومین شیم فکر یک نفر است که کلان کار است میگه که من یوزر دارم به نام علی دومینیم کام و پسورد ما می سی دی آی یک دو سه که پسورد شما نگیره درست است welcome گفت یعنی دیگه حالا علی میتونه چند دانه را جاینی دومین کنه ده دانه را جاینی دومین کنه ریستارت میشه و جاین دومین میشه بچه یام ریستارت حالا که در قسمت دومین خود بیم در قسمت کمپیوترز یک <تصفح> ریفرش کنیم میبینیم که یک دانه دیگه به نام 110 ببخشید ویندوز صد هم در این قسمت چی شده اضافه شده های من میخوایم که دیگه یوزرهای خود اجازه نتم که سر خود بین یک پی سی را جاین دومین کنه بخاطر که بدون دیگه اول دادن به هدمین یا به یک کامپیوتر یک کمپیوتر جاین دومین کرده او بسیار شیر فولدر است اگر او را جاین دومین شما کنین اون مردم بسیار به شیر فولدر ما و فایل های ما دسترسی می داشته به خاطر از او خیلی من می که دیگه ایچ یوزر اجازه نتام که دیگه کمپیوتر ها را جاین دومین کنه ویندوز اشتا نتانه دیگه جاین دومین کنه خیلی از این کار ما ویندوز خود و در این قسمت بالا می پی سی خود بس میگم پی سی بالا یوزر خود بخوایم یوزر رو ببینم که یوزر واقعا چند دانه میتونه یک چند مرحله را باید اسم در این قسمت تایی کنم بخاطر که بتانم یوزرهای خود را ببینم اون مرحله البته کدام مرحله است من در قسمت دومینتان بالای دومین کلک میکنین من در کدام قسمت پروپتیس در پروپتیس که من در این قسمت البته میبینین که او قدر زیاد دیتیلز ناورده چرا ناورده به خاطر از این که بسیار گپا هست حتی آیو بعض آیو را شما دلیت کنین در این قسمت باید از دیتیلز بیشتر داشته و بیشتر داشته باشه مگم آپشن ها نداره اگر بخوایم تمام آپشن ها فال بسازیم در قسمت ویو میگیم ادوانس فیچر بالا از این کلک میکنیم زمانی که بالا از این کلک کردیم دوباره میم در قسمت چی؟ در قسمت cdi.com م... اگر در قسمت پروپتیزش بریم اون بار میبینیم که چقدر در این قسمت آمده Manage, Managed by Object Security Attribute Editor ما در Attribute Editor چی کار داریم؟ در دا این قسمت کار داریم داخل دومین مین دا ایچه ما کدام پالیسی اپلای کنیم یا کدام پالیسی رو دسیبل کنیم دیگه بالای تمام یوزرهای ما چی میشه؟ همین دسیبل میشه هر چیزی که ما کار دارم به نام MSDSS MSDS MSDS, MSDS. ببینیم که پیدا کرده ام MS اینی را بزرگتر بسازم باشه تر پایین برم یک یک تا MSDS آه. MSDS Machine Account Quota در قسمت ببینیم بای دیفال چند دانه است؟ ده دانه بالا از کلک میکنیم شما این انتخاب میکنیم زیرو دیگه این نفر نه تا نه دیگه که ایچ پی سی را جاین دومین کنه این همی آپشنش کدام سخته نیست اوکی okay میگیم اپلای میگیم بازم اوکی okay میگیم و دوباره میم دیگه یک ریفرش میکنیم و دوباره میریم در قسمت فیچر را دوباره دسیبل اون بار دیگه یوزر علی نتاره ویندوز اشت هم جاین دومین کنه اگر بریم طرف ویندوز اشت میخواه که ویندوز اشت هم چی کنه جاین دومین کنه میگم این سی دی آی CDI و داخل ویندوز اشت هم آمد ببینیم که واقعا میتانه یا نمیتانه میم در قسمت پروپتیس میم در قسمت چینجس چینج و در قسمت چینج میم ایره یک اشت و دگاه اضافه میکنیم کنیم. اشت و دشت کنیم. بیا مثل از او دگاه وارد کدام ارور نده. ای سی دی آی ڈات چی ڈات کام. انتر میکنیم منتظرش میشینیم که پنجریش بیا که ما یوزرانیم و پسورد وارد کنیم. حالا میگیم گیم بیا که ما از تو جاین دومین کنیم. حالا چی کار داره دیگه؟ ای تی خود رو به ماشا رو گرفته میره و هیچ گپی نیست. اینو من تو میگه علی acdi.com میگه سیکتی یوزر خود و بعد از او پسورد ما هم, هم acdi حتی یک دو سه بعض وقت بچه شاید من یک کار کنم بعض وقتا بایپس هم میشه سرور بعض وقتا پالیسی درست اپلای نمیشه که حالت رو نشه که من کلک کنم ببینیم جاین دومین چه هم ببینیم که چی میگه یک بار ببینیم که ویلکم بگه نه خیر attempting to join to domain acdi your computer could not be joined to domain you have خب در آخرش شما براتان می خوانم گفته cannot your system administrator to have a limit reset ات... ما گفته که همی یوزر که تو میخوای جاین دومین تا استازی کنی ای قدر صلاحیت نداره که کمپیوتر تا رو جاین دومین کنه بخاطر یک یوزر ساده است و او لیمت است اگر میخوای جاین دومین کنی که یوزر ادمنستریتور برو جاین دومین کن این حال ما که تا ادمنستریتور میگم میتاریم میگیم ادمنستریتور و در این قسمت ACDI ات یک دو سه توسط از این از بتانیم اینه ویلکم گفت خب آمدیم دیگه پالیسی رام اپلای کردیم که توسط این پالیسی هم ما تانستیم که بعض کمپیوتر ها را چی کنیم بالایش پالیسی که ده دانه پی سی را میتونه جاین دومین کنه حال نمیتونه در پی سی را جاین دومین کنه حتی پی سی خودم جاین دومین کرده نمیتونه بچه اگر سوال دارین میتونین سوالتان بوین و یا مستیپ هایش که تمام مستیپ های یک, یک یوزر کریت کردیم به نام رومان و در این قسمت آمدیم خواستیم که رومان جاین دومین کنم یک پی سی را تانسته و بعد از او آمدیم در این قسمت پالیسی اپلای کردیم در قسمت خود دومین ما دی دات کام و در این قسمت آپشن های زیاد فال نیست بخاطر که آپشن ها را فال کنم در قسمت ویو آمدیم و در قسمت ادوانس فیچر در Advanced فیچر بالای دومین خود دوباره رایت right کلک کرده Attribute Editor و در این قسمت آمدیم ام اس مچین اکاونت انتخاب کردیم و این ساختیم زیرو و دوباره رفتیم در ویندوز و منبار که جاین دومین شد و خاطر که uh, ما یوزرها را چی ساخته بودم؟ صفر ساخته بودم که دیگه هیچ کسا جاین دومین کرده نتانه for securing your network join ACDI Afghanistan Cyber Defense Intelligence